سلام، من ولی محمدی هستم و در این برنامه شما را با چند جاسوس ایرانی که مخصوصا و اکسترا استخدام شدن تا ای که در بین ما افغان ها تفرقه بندازه و ما را به اقوام مختلف تقسیم بکنه و بتونه به راحتی در بین ما نفوذ بکنه آشنا میکنم. پس لطفا این برنامه را حتما تا آخر ببینین و با دوستانتان شریک بکنین. اگر واقعا افغان هستین، هر صفحه که شما دارین همی برنامه و حداقل شریک بسازین تا ای که همه آگاه شوه. من شما را با جاسوس شماره یک آشنا میکنم که یکی از بزرگترین جاسوس هایی است که از طرف سپاه پاسداران ایران استخدام شده تا ای که در بین افغان ها تفرقه بندازه و همیشه از این طریق ما افغان ها را به جان یک دیگه بندازه. بیاین همین ویدیو که کوتاه را شما با هم بریم کل ما با هم ببینیم. باشین، بچه هاتون خوبن، روحیه شون بالا، همه چی برقرار انشالله. همگی خوب است، شکر پروردگار. مجاهدین هم اینجا صدایت هم میشنم، سلام میرسانم برای دیگه مورال و روحیه ما خیلی بالاست. دیگه اینکه تنها ملت افغانستان، مردم ایران، بسیاری از آزاده های دنیا داغوی شما هستند. اگر اونجا حضور فیزیکی ندارن، دلشون با شماست، در خانه های خودشون، در هر جایی که هستند دست به دعا هستند که انشالله پیروز بشین، سلامت باشین، دعای ما رو هم با خودتون داشتین. خب ویدیو رو با هم دیدیم. این شخص اسمش جعفریان است و ادعا میکند که من افغانستان شناس هستم. این یک واقعیت است که این شخص افغان و افغانستان شناس است، بالخصوص افغان شناس. این به این معنا که این شخص خوب به خوبی میفهمه که اگر با چند کلمه محبت آمیز یک تاجیک پنجشیری را تعریف مثبت بکنه، به راحتی میتونه علیه یک پشتون او را بجنگونه. و همچنان اگر این شخص یک چند کلمه مثبت درباره پشتون صحبت بکنه و تعریف مثبتش بکنه و بگه که تاجیکا بسیار مردم بدی هستند، علیهشان استاد شوین، باور به خدا کنین که اونمو رقم میشه چند پشتون پیدا میشه که بگه لعنت به فلان قوم و فلان ولایت که پنجشیر باشه یا هر جای دیگه. این شخص به راحتی از این واژه ها میتونه یک افغان رو علیه افغان دیگر استفاده بکنه برای منافع ملی کشور خودش که همیشه ایران در امور افغانستان مداخله میکنه. بر صورت جعفریان یک شخص کثافتی است که همیشه در بین افغان ها تفرقه میندازه و همیشه افغان ها را به جان یک دیگه میندازه. سال هاست، یعنی همین جعفریان در زمان جنگ های مجاهدین، این کثافت همراه احمدشاه مسعود رابطه داشت و امروز قسمی که شما در ویدیو دیدین همراه حسیب قوای مرکز و پیش از او با سخنگوی جبهه مقاومت که شکر خدا مردار شد رفت، با او در ارتباط بود، از او طریق اینالی آنها را حمایت میکنه تا اینکه در علیه طالبان اینا را بجنگانه. شما میفهمین که چند قبل طالبان یک جواب دندان شکنی برای رژیم آخوندی ایران در مرزهای نیمروز داد و پاسگاهی که ایران در خاک افغانستان ساخته بوده آنها را از بین برد و امروزه تمام تلاش ای اشخاصی است که در بین اقوام افغان، پشتون، تاجیک، هزاره، ازبک، فلان و فلان بکنه تا ای که ما رو از همدیگر جدا بسازه و بتونه راحت ما رو علیه همدیگر استفاده بکنه، یعنی بتونه علیه یک دیگر تشویق به جنگ بکنه، به خشونت بکنه، به قومگرایی، به زبان پرستی و سمت پرستی و هزار فتنه دیگه. یکی از جاسوس هایی است که شما ویدیو شدیدین به نام جعفریان که من خواهش میکنم از شما که ویدیو را شیر بکنید که با چند کلمه شیرینی که او از افغانستان تعریف میکنه و از اقوام افغانستان بالخصوص از پنجشیر گول کثافات نخورین. اینا مخصوص سپاه پاسداران گذاشته که بتونه در بین افغان ها نفوذ بکنن و افغان ها را از همدیگه بپاشانه. یکی دیگر از جاسوس هایی که ایران استخدام کرده به نام حسن آقامیری، بیاین این ویدیو که کوتاه را با هم ببینیم. افغانستان رو هیرمن صد زده، حقابه ما رو نمیده، سال هاست، سیمانش هم از خودمون برد اونجا صد زده.
حقابه‌ای که از ما خریدیم ازش، زمین بهش دادیم ازش خریدیم، نمیده. خب عزیزان دل، شما ویدیو را دیدین که این شخص حسن آقامیری نام داره و این یکی از جاسوس‌های سپاه پاسداران است که بسیار محبت و به گپ‌های محبت آمیز که افغانستان بسیار مردم شریفی است، مردم هزاره اهل شیعه هستند و از ما هستند و ما از آنها هستیم، یا ای که مثلا پشتون مردم خوبی است یا فلان قوم تعریف مثبت میکنه، تا ای که علیه همدیگر اینها را استفاده بکنه. یعنی واقعا من متاسف هستم به او افغانی که او از تاجیک باشه، ازبک باشه، هزاره باشه، یا پشتون یا از هر قوم دیگه، اقلیت های دیگه باشه. می اینالی در کمنت ها از همین جاسوس ها حمایت میکنه و همیشه مانند کثافات و همیشه مانند آشغال و همیشه مانند گوسفند ها از آنها سوء استفاده میشن. این به این معنا که همین کسایی که میرن ویدیوهای اینا رو باور به خدا کنین که ایرانی ها نمیبینن. مردم شریف، ملت شریف ایران توف و لعنت میفرسته به این جاسوس هایی که ایران انتخاب کرده که در امور کشورهای دیگر را دخالت میکنه. یه تعداد بسیار کمی که در حکومت سعیم هستن، اونا یک قسم تربیت داده شده که از چنین ویدیوهای حمایت بکنن. تمام ویدیوهای جعفریان و حسن آقامیری را افغان ها میبینه. ایرانی آنقدر احمق نیست که به خاطر چند چتیاتی که اینمی حسن آقامیری و جعفریان میگن میان بشینن ساعت ها پای ویدیوهای اونا، ویدیوهای آنها را ببینه. اینا فقط تربیه شدن و استخدام شدن که ما افغان ها را از هم دیگه بپاشونه، ما افغان ها را علیه دیگر برای جنگ تحریک بکنه. و اینا ایرانی ها دیوانه نیستن، ملت شریف ایران، که بیان ویدیوهای کثافات را ببینن. و من واقعا از ملت شریف ایران معذرت میخوایم که اگر جدی شدم، تمام این صحبت های من مستقیم مربوط میشه به سپاه پاسداران ایران و همین جاسوس هایی که ایران استخدام کرده تا اینکه در امور کشورهای مثل افغانستان، سوریه و عراق اینا همیشه دخالت میداشته باشه و مداخله میکنه و ما با هزار فساد در بین اینا نفوذ میکنه تا اینکه بتونن اینا رو از همدیگه بپاشن و علیه همدیگر برای جنگ تحریک بکنن. بر صورت حسن آقامیری یک شخص کثافتی هست که بسیار با گپ‌های شیرین، بسیار با لحن زنانه، یک قسم مثل امی مردایی که همجنسگرا هستن، اینی رقم میان اونجا میشینن با لهجه عجیب و غریب میان افغانها را یکیش تعریف میکنه، دیگهش یک به یک نحو پایین میزنه تا یکی او کسی را که تعریف کرده علیه او دیگر بخیزانه برای جنگ. یکی از کثافت ترین اشخاصی هست که من مطمئن هستم که اینال در کامنت ها امکان ازی هست که همین افغان های ما به خاطر از اینکه گول از این شخص خوردن بیان بگوین که نه، حسن آقامیری یک آدم خوبی است. برادر عزیز، یک آدم، یک جاسوس با اخلاق نیک میتونه تو را استفاده بکنه. اصلا ما و شما افغان ها، یکی از برنامه سازای ما افغان ها را به من نشان بتین که بره در امور ایران دخالت بکنه و بگه که حکومت ایران این رقم شد، سپاه پاسداران این رقم شد، قدس این رقم شد، فلانیش این رقم شد، فلانیش اونو رقم. این تنها اینا هستن که ایران استخدام کردن و میان در امور افغانستان مداخله می داشته باشن. مثلا اینی ویدیو را شما ببینین. به مردم افغانستان میگن افغانی، میگن افغانی ها، بعضی هم حالا میگن افغان ها. اونجوری که من متوجه شدم همین عبارت خودش مشکل داره. مردم افغانستان خودشون به خودشون میگن افغانستانی. افغانستان کشوری با جمعیت 40 میلیونی، پهنه زیست اقوام و قومیت‌های مختلف است که درگیری ها و تنش‌های سیاسی داخل افغانستان شدیداً وابسته به پراکندگی قومیتی در افغانستان است. خب ما با هم ویدیو را دیدیم، اینا چی کاره هستن؟ این فقط نمونه های بسیار کوچک از جاسوس های ایرانی هست که من اینجا برای شما نشر میکنم. ویدیوهایش جاسوس هایی هستن که هزاران تای مثل از یا استخدام شدن تا ای که در بین افغانستان
فقط افغانستان از اقوام مختلف تشکیل شده. او کثافت، مگم ایران از اقوام مختلف تشکیل نشده؟ ایران مگم ترک نداره، لور نداره، بلوچ نداره، فارس نداره، عرب نداره و هزار فرقه دیگر نداره؟ ایران از اقوام مختلف تشکیل نشده، فقط افغانستان است. کدام کشور از اقوام مختلف تشکیل نشده که شما میگین که افغانستان یک کشوری است که از اقوام مختلف تشکیل شده؟ یعنی ای که باز به دنبال از او که پشتون های از اونا بسیار دیگه طالب هستن، مفکوره های طالب دارن. ما واقعا افتخار میکنم به طالبا. طالبا یگانه کسایی هستن که با امو مفکوره های افراطیشان میتونه در مقابل جاسوسان کثافت استادگی بکنن و اینا رو از هم اینا رو از مخصوصا جاسوسایی که در افغانستان اینا تربیه کرده بودن، اینا رو بیخی از کشور بیرون راندن. طالبا امروز برای من افغانی که مفکوره های سکولار رو آزاد دارم، از برادرم است طالب، من امروز حمایت میکنم، از دل و جان حمایت میکنم و لعنت به اونمو کسی میفرستم که بد طالب بد نمیگه و خوبش خوب نمیگه، فقط دنبال بدیایش هست که چی رقم در بین در وجود طالبا چیزای منفی بپاله، هیچ وقت دنبال چیزای مثبتش نیست. امروز طالب با تمام غروری که داشت جواب سپاه پاسداران این رقم داد که 5 تا 6 پاسگاهی که ایران در خاک افغانستان در نیمروز ساخته بودن کلشان رو برایشان از بین بردن. اینی را میگه مردانگی، اینی را میگه غیرت. این حکومت قبلی نیست که در بینشان یکی به نام حقیق، یکی به نام خلیلی، یکی به نام گلبدین، یکی به نام علاگل مجاهد و یکی به نام یونس قانونی و عطانور و فلان فلان ایران تربیه کرده باشه که برایشان جاسوسی بکنه و نمانه. یک سرباز افغانی که در سر مرز جواب دندان شکن به همی سپاه پاسداران ایران میته، یارا نمانه و از اینجا برش دستور بده که نه نجنگین، علیه ایران جنگ نکنین. نه، طالبا هستن، طالبایی که از یک جای حاکمیت داره و با یک امیرالمؤمنین، نه کلشان مثل یک امیرالمؤمنینش مثل یک زنبور عسل میمونه، مثل یک چی میگم، مثل یک کوین میمونه که کلشان می و از امو حمایت میکنن، سر یک دسترخوان جمع هستن. تو نیست که بگه این حکومت اشرف غنی است دیگه، بیا که دیگه عطانور تا طرف خودش یک امپراتور باشه و علاگل مجاهد و گلبدین و خلیلی و ملیلی و دوستم و مستم طرف خودشان. من واقعا بالای طالبا افتخار میکنم. اما بیاین این ویدیوی آخر رو ببینین که از مردم هزاره ما چی رقم بر راحتی استفاده میشه. کاملا مسلطم به زبان هزارگی، همیشه براتون آرامش آرزو دارم. خانه ما امشب چراغانه، یاری شیرین آمده میمانه، یاری شیرین آمده میمانه. با علی جان شش قیم در نام، چیشم برای مرد خوام، چیشم برای مرد خوام. خب ویدیو را دیدین، این یکی از آوازخوان‌های ساختگی کاذب ایرانی است که لهجه شیرین هزارگی ما را به خاطر اینکه مردم هزاره را از خود بسازه و ازش یک گروه تروریستی به نام فاطمیون بسازه، از خود بسازه. یعنی مردم هزاره را با یک لهجه هزارگی که یاد گرفته و یک چند خواندنی که به لهجه هزارگی یاد گرفته. شما بیاین به ما بگین که در پشت سر همین ویدیویی که شما دیدین نوشته کده هفته بسیج، یعنی هفته بسیج در تاریخ شما دیده بودین که در روز هفته بسیج آهنگ خوانده شود. شما بیاین به ما بگین که هفته بسیج را به آوازخوانی چی؟ شما میفهمین که بسیجای ایران کسایی هستند که مستقیم با حکومتشان همکار هستند، با رژیمشان همکار هستند. اگر یک جوان ایرانی امروز در ایران یک خطای میکنه، ضرورت به این نیست که پلیس بیاید و او را دستگیر بکنه. همین بسیجا جمع میشن و ایره دودسته تقدیم پلیس میکنه و همین بسیجایی بودن که در جنگ ها اینا جنگیدن و یکی را که میگه خانواده بسیج است و از خانواده شهدا است. کسایی هستن کلشان با سپاه پاسداران یکی هستن و این اشخاص ای آوازخوانا را متاسفانه
با چند کلمه هزارگی، لهجه هزارگی را که یاد گرفته یا یک چند خواندن را که میکنه، آن هم در روز هفته بسیج، آن هم در هفته بسیج که پس سرش نوشته است هفته بسیج، ای به این معنا که ای اشخاص تربیه شدن از طرف سپاه پاسداران برای اینکه دل هزارها را به دست بیارن. متاسفانه ما شما وقتی که یک گپ محبت آمیز مثل حسن آقامیری و یا جعفریان کسافت گنده دیگهش که تزمون خوارش میبینیم از ایشان یا چنین آوازخانه میه، ما میگیم افتخار میکنیم که مثلا لهجه هزارگی گرفته یاد گرفته. او برادر امی ویدیو را یک مادر من که واقعا از دل جان مادرم است در استرالیا، او برای ما روان کرد و برای ما گفت که اینی رقم یک نفر است و اینی خواندن هزارگی را کرده که مادر خوانده من هزاره است از قوم هزاره، و این را من برایش گفتم که اینی آدم هایی هستند که در روز در هفته بسیج یا آهنگ می خوانه. این چی ربطی به این داره که مثلا یک آوازخانه ما اگر بگیم که هنرمند به نام موین یا هنرمند به نام مثلا گوگوش یا کدام معروف دیگه که خارج از ایران هستن اگر بیاین یک خواندن هزارگی را بکنن، من از دل و جان سرشان افتخار میکنم، به خاطر از اینکه انسانهای پاک و صادقی هستن، انسانهای نیستن که فتنه‌گر باشه. اما یک خواننده که اصلا نام و نشان نداره در هفته بسیج میه خواندنهای هزارگی میکنه و با لهجه هزارگی صحبت میکنه، آیا شما ما و شما باید به این هم فکر بکنیم که همین اشخاصی هستند که در بین مردم نفوذ میکنه و ازشون سربازگیری میکنه برای گروه تروریستی فاطمیون که در عراق و سوریه بجنگانشه برای منافع ملی سپاه پاسداران؟ و سپاه پاسداران کیست؟ تمام پیسه که حق ملت ایران است و از بنزین و از نفت و از این چیزها به دست میاره که باید به آنها بتن یاره میگیره در افغانستان برای جنگ سرمایه گذاری کو در سوریه کو و در عراق و در کشورهای دیگه. ملت ایران امروز از کلشان در فقر به سر میبرن، در صورتی که ایران یکی از پولدارترین کشورهایی است که اگر پولشان واقعا در داخل ایران مصرف شود، اینا میگیره در سوریه مصرف کو در افغانستان و در عراق و در کشورهای دیگه ده هزار فتنه‌گری دیگه میکنن. و ما و شما افغان ها اینی رقم کسایی که جاسوس هستن در بین ما رخنه میکنن، من یک چیزی میگن متاسفانه کل ما در پشت سرش استاد بشیم زنده باد فلانی. چرا؟ والا آمد از افغان ها دفاع کرد، از افغان ها یک تعریف مثبت کرد، البته از پنجشیری ها تعریف مثبت کرد یا از بامیانی ها، اما از قنداری ها و پکتیا منفیش گفت. اونا خود طالب هستن، اونا خود او کسافت، همی جعفریان او کسافت بیشرف با حسن آقامیری. شما اگر کسافت نباشین، به وجدان و بیشرف و به عزت نباشین، حکومت خودتان یک حکومت تروریستی است. شما هر کسی که در ایران برای حق صدا بلند کرده توسط حکومتتان سرنگون شده، چرا نمیرین از حکومت خودتان انتقاد نمیکنین که شما میان از طالبای ما؟ ما هم طالبا را دوست نداریم، ولی طالبان کسایی هستند که حداقل متحد هستند، حداقل افکار منفی دارن. ما در تلاش ازی هستیم که او را اصلاح بسازیم، افکار منفیش روشن بسازیم، اما ما در تلاش ازی نیستیم که باز یک رژیم تغییر بدیم. و شما کسافت ها میان از لندغرایی که در کوههای تاجیکستان زندگی میکنه به نام حسیب قوای مرکز یا فلانی و فلانی دفاع میکنین، حمایتشان میکنین، واقعا لعنت بر شما و لعنت به اونمو افغانایی که برای شما کامنت مثبت میکنه یا ویدیوتان لایک میکنه یا شما رو تعریف، اصلا فهم و شعور از این را نداره که درک کنه که شما جاسوس هستین و برای از این که اقوام افغان رو از هم بپاشانین استخدام شدین و آمدین در امور افغانستان مداخلت میکنین. عزیزان دل لطف کنین همین ویدیوی مرا شیر کنین تا اینکه به گوش تمام از این برسه و بالخصوص افغان ها بیدار شوند از این خواب غفلتی که چنین اشخاص میان با چند کلمه شیرین با شیرین زبانی و گپای ایزکانیشان میگیره در بین افغان ها تفرقه میندازه. ممنون که بیننده برنامه بودین و معذرت میخوایم از اینکه امروز بسیار جدی شدم. شب روز خوشی داشته باشین، خدا نگهدار شما.